صدق دل سے الف اٹھاتا ہوں. اعضای ائتلاف سیاسی احزاب مختلف دور یک میز برای مدیریت کشوری که همواره جنجال داشته. دور وفاداری کے ساتھ شهباز شریف نخست وزیر جدید 9 روز پس از به قدرت رسیدن کابینش را معرفی کرد. اعضای کابینه در غیاب رئیس جمهور و با حضور رئیس مجلس ثنای پاکستان سوگند یاد کرد. کابینه حکومت شهباز شریف 30 وزیر فدرال، 4 وزیر ایالتی و 3 مشاور دارد. بر اساس فهرستی که از سوی کابینه منتشر شده، حزب مسلم لیگ شاخه نواز شریف 12 وزیر فدرال، 2 وزیر ایالتی و 2 مشاور دارد. حزب مردم 9 وزیر فدرال، 2 وزیر ایالتی و 1 مشاور. حزب جمعیت علمای اسلام شاخه فضل رحمان 4 وزیر. حزب متحد قومی 2 وزیر. حزب عوامی بلوچستان 1 وزیر. حزب جمهوری وطن 1 وزیر. حزب مسلم لیگ شاخه قائد اعظم 1 وزیر. دولت فعلی پاکستان در قالب ائتلاف چند حزب سیاسی موسوم به جنبش دموکراتیک پاکستان تشکیل شده است. از این میان حنا ربانی به عنوان سرپرست وزارت خارجه پاکستان معرفی شده است. حنا ربانی نخستین وزیر خارجه زن در پاکستان نیز بود. او در سالهای 2002 و 2008 نماینده مجلس عوام پاکستان بود. سالهای 2008 تا 2011 وزیر امور اقتصادی و دارایی این کشور بود. او 45 سال دارد، اما وقتی به سیاست وارد شد، از او به عنوان جوانترین سیاستمدار زن در پاکستان یاد می شد. من فکر نکنم که تغییر رهبری و یا هم تغییر افراد در عمق استراتژیک و دیدگاه عمیق پاکستان نسبت به افغانستان تغییر وارد کنه، به خاطر که ما شاهد هستیم که در پاکستان بیشتر تاسیسات نظامی پاکستان است که در قبال منطقه سیاست گذاری میکنن و ویژه در قبال افغانستان. تحولات سیاسی در پاکستان با فعالیت رسمی اعضای کابینه دولت این کشور وارد مرحله جدیدی می شود. این در حالی است که نمایندگان حزب تحریک انصاف پاکستان با عنوان اصلی ترین جناح مخالف دولت و رهبری عمران خان هفته گذشته از پارلمان ملی استعفا کرده و حاضر به حضور در پارلمان نشدند. از زمان استقلال پاکستان هیچ نخست وزیری نتوانسته یک دوره 5 ساله را به طور کامل در این کشور به پایان برساند. حالا نوبت امتحان شهباز شریف و کابینه رنگارنگ او است. نوید محمدی، لندن.